بی وزله وګړي وز د خوراکي توکو د لړیبای له کابل له ستونزو سره مخامخ شوي. د کابل ولایت اوسیدونکي او هټیوال په دې ولایت کې د نرخونو لوړوالي اندېښمن کړي دي. دوی وایي خلک بی وزله د نرخونو لوړېدو له کابل له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. دوی وایي د توکو په لوړوالي کې د ډېره د سوداګرو لاس دی او په لوی لاس یې نرخونه پورته کړي دي. دوی له حکومتي مسؤلینو په یاده برخه کې د جدي اقداماتو ترسره کېدو غوښتنه کوي. از حکومت از مقام های بالا خواهشمند هستیم که اجله و بیبند و بیباری را بگرند. سر خوراک فروش ها، دکاندار ها، هر کسی که هست همشاری های ما میرن گدام میکنن، سر غریب بیچاره دو خواد سه خواد سودا میکنن. یه از کجا کنن مقب پیسه را؟ یک بوجیار دینه روز بود 15 ست، امروز شده 2400. یک سر لوبیا بود 6 ست، امروز شده 900. یعنی می چیز کل چیز بلند رفتار هست. خواستم از مسئله نه که ارزان شمی غریب مردم چی کنه ایره؟ پایسدار خانه دونی مزار میخره و با جان غریب که گوشنگی میخوره. که خواست ما از مقامات بیفلا از البته دو رئیس جمهور فیلان داره مزردوشانی هسته که با تجارای ما توصیه کنن که در شرایط کنونی لازم نیست که اینا مواد و این خط بالا ببرن، چون مردم افغانستان مردم فقیر و بیچاره هسته. هټیوالوی سوداگر تو که لزدان سر زخیره کری او هټیوالو تا سرحدی دروازه تړل کېدو خبره کوي چې له کابل نرخونه هم پورته کړی دي. کسی که آرد 20 بوجی 40 بوجی در خانه ذخیره کردی، ما برات میگم اگه کرم نزدش یعنی جای نشانی است. ما برات میگم 5 بوجی ببر، 4 تا 3 تا دیگه به همسایه‌ت بده که هم ثواب چه هم زکات چه هم دیگه چه کلش کرم میزنه خراب میشه. به خاطر زمین که مرض کرونا اومده دروازه افغانستان بسته شدن، نرخ سابق فرامزال یک بوجی بود به 1550، حالا این 1750 تا امو هم گم است، یاو نمیشه. یک بوجیار را تقریبا که ما در 1500 می فروشتیم، فعلا در 1800 هم ما با مشتری میتیم، اما 1800 را برای ما کدام مفات میمونه. اگر یک تونادش سابق به 360 دلار خدا 400 405 دلار 420 دلار مزار شده دیگه. فعلا هست یک بوجیار تا 1850 روپه، یک بوجیار یک بوجی برنج سیله که 2100 2200 میفته، فعلا 2200 2300 به بالا فکرفته. این شکل روغن هم بالا رفته. خویویز کابل نه ده چې د خوراکي توکو نرخونه په کې لوړ شوي، بلکې د یو شمېر هیوادونو لوري د سرحدي بندرونو تړل کېدو تر څنګ د کورونا ناروغۍ اوازې له کبله د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د توکو نرخونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.